در افغانستان بر اثر حمله مرگ طلبانه بالای افتابوس نظامیان 6 سرباز هلاک شدند. این ترکیش که در یکی از گوشه های کابل به وقوع پیوست 10 نفر دیگر را مجروح نمود. طالبان جنگجوی مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. در دوام 3 هفته آینده نیروهای بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا از خاک افغانستان بیرون می شوند. با نزدیک شوی این روز حمله های طالبان بالای نیروهای دولتی افغانستان افزایش یافتند. در مسکو هواداران رهبر چچن رمضان قادیروف نشست مطبوعاتی حامیان حقوق بشر را خلل‌دار کردند. این نشست مطبوعاتی پس از آن دعوت شده بود که قادیروف فرمان داد خانه های خیش و اقربای جنگجویان مسئول حمله اخیر در شهر گروزنی تخریب شده آنها را از چچنستان اخراج کنند. بعد این فرمان چند منزل زیستی نزدیکان جنگجویان را به کام آتش کشیدند که باعث انتقاد و محکومیت شده است. در قرقیزستان فعالان جامعه شهروندی سعی دارند میان رانندگان تاکسی و مسافران احتمالی آنها سازش پیدا کنند. رانندگانی که در روزهای سرد زمستانی موافقت کردند مسافران را با نرخ پایانتر و یا اصلا بدون پرداخت مبلغ انتقال دهند رمز خاص تقدیم شد. اکنون در روزهایی که هوا پایین‌تر از صفر است مسافران می توانند از کمک این رانندگان تاکسی بهره برداری کنند. در پایتخت بوسنیا و هرتسگوینا شهر سراییو باری دهم نمایشگاه زمستانه کتاب افتتاح یافت. در دوام دو هفته آینده مشتریان امکان خواهند داشت که کتاب‌های چاپ بوسنیا و هرتسگوینا، خرواتیا و سربیا را با نرخ ارزان دسترس کنند. در شهر پیشاور پاکستان مردم زیادی 92مین زادروز هنرمند بالیوود دیلیپ کومار را جشن گرفتند. هنرمند شناخته دیلیپ کومار که در پیشاور به دنیا آمده حالا در هندوستان به سر می‌برد در این جشنواره اشتراک نداشت. شورای میراث فرهنگی پیشاور زادگاه کومار را میراث ملی اعلان کرده است.